بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بیننده‌های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین حالا میپردازم به ترجمه و تفسیر آیات 40 سوره بقره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم بیننده های گرامی حالا می پردازم به ترجمه آیات تلاوت شده بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرحبون در آیات گذشته الله جل جلاله راجع به تشریف آوری حضرت آدم علی نبینا علیه السلام بحث کردند و در آیات گذشته ثابت شد که تشریف آوری پیامبر خدا علیه السلام بر زمین تعذیبا نبود بلکه با یک مقام بلندی که پیامبری بود و خلافت بود و جانشین الله جل جلاله بود حضرت آدم به زمین تشریف آورد بعد از اخذ امتحانات
که خداوند یکتا به حضرت آدم علی نبینا شایستگی های را آموزند که در امتحان کامیاب به در آمد و برنده اعلام گردید. بعدن الله جل جلاله حضرت آدم و حضرت حوا را به زمین فرستاد تا در زمین خلافت الله را بر پای بسازند و خلافت الله جل جلاله را قائم بسازند. در این آیت مبارک الله جل جلاله به بنی اسرائیل خطاب می کند. بنی اسرائیل جای شکی نیست که الله جل جلاله به بنی اسرائیل انعامات زیادی نمود. اولا روی کلمی بنی اسرائیل بپردازیم. بنی اسرائیل اولاد حضرت یعقوب علی نبینا علیه السلام است و حضرت یعقوب علی نبینا دو نام داشت، یک نام یعقوب، یک نام اسرائیل. علما تحقیق میکنند و میفرمایند که اسرائیل، کلمه اسرائیل به معنای عبدالله به زبان عبرانی. حضرت یعقوب علی نبینا به زبان عبری صحبت میکرد و به زبان عبری اسرائیل معنای عبدالله، عبدالله یعنی بنده خدا. اسرائیل به زبان عبری به معنای بنده خدا. این یکی از نامهای حضرت یعقوب علی نبینا علیه السلام که پسر حضرت اسحاق و نواده حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام است. به اولاده حضرت یعقوب یا بنی اسرائیل، حضرت بنی اسرائیل که حضرت یعقوب هست، الله جل جلاله انعامات زیادی فرموده است و بزرگترین قوم و بیشترین پیامبر در تمام اقوام بنی اسرائیل زیاد با خود دارد. تنها از حضرت موسی علی نبینا تا حضرت عیسی علی نبینا در این مابین 1000 پیامبر الله جل جلاله از اولاده حضرت یعقوب فرستاده که اولینش حضرت یوسف علی نبینا و حضرت موسی علی نبینا علیه السلام و آخرینش حضرت عیسی علی نبینا. اینها همه اولاده حضرت یعقوب هستند، اولاده حضرت بنی اسرائیل هستند. حالا دانستین که بنی اسرائیل نام حضرت یعقوب بود و در اینجا الله به بنی اسرائیل خطاب می کند که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل بیاد آورید احسانی را که بر شما کردم. و اوفو بعهدی، وفا کنید بعهد من، اوفی بعهدکم، من وفا می کنم بعهد شما. و ایای فرهبون، فقط از من بترسید. و ایای فرهبون، فقط از من بترسید. و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم، قبول کنید، ایمان بیاورید کتابی را که من نازل کرده ام، لما معكم، در حالی که تصدیق کننده کتابی است. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، قبول کنید کتابی را که من نازل کرده ام، در حالی که تصدیق کننده کتابی است که پیش شما است. الله جل جلاله منظورش قرآن کریم است. با بنی اسرائیل خطاب میکند کتابی که من فرستادم که به نام قرآن به او ایمان بیارین، زیرا قرآن کتاب شما را تصدیق میکند. قرآن تورات حضرت موسی را تصدیق می کند. ما راهرب قرآن هستیم، تورات حضرت موسی را می پذیریم که کتاب آسمانی بود و در وقت و زمانش قابل عزت، قابل قدر و قابل عمل بود و حالا قابل عزت هنوز هم باقی است، اما قابل عمل باقی نیست. یعنی بعد از نزول قرآن کریم عمل کردن به تورات منسوخ گردیده است. الله جل جلاله و بنی اسرائیل می گد شما ایمان بیارین به کتابی که من نازل کرده ام، در حالی که این کتاب تصدیق کننده کتابی است که پیش شماست که تورات است. قرآن تورات تصدیق میکند. ولا تکونوا اول کافرین به، نباشید نخستین منکرین آن و نگیرید عوض آیات من قیمت. ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا و ایای فتقون، و نگیرید عوض آیات من قیمت کم و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، و نآمیزید حق را با باطل و پنهان نکنید حق را دیده و دانسته.
برادران و خواهران گرامی، این چند آیاتی که حضورتان بیان کردم، الله جل جلاله به بنی اسرائیل که اولاد حضرت یعقوب علی نبینا علیه السلام هست می فرمایند که شما عهد مرا، شما وفا به عهد ما بکنین، من وفا به عهد شما می کنم. ربط آیات سوره بقره با توضیح در باره قرآن آغاز شده و نشان می دهد که اگرچه هدایت قرآن برای همه مردم عام است، قرآن برای همه مردم فرستاده شده است، ولی این تنها مؤمنینند که از آن استفاده می برند. در جای دیگری الله جل جلاله می فرماید که این قرآن کسی را هدایت می کند که او هدایت را بخواهد. اگر هدایت را خواستار باشین، اگر هدایت را بخواهین، این قرآن شما را هدایت می کند. قرآن نازل شده به سوی همه، اما استفاده از قرآن کی می برد؟ مسلمان می برد. کسی که مسلمان شود، کسی که ایمان بیارد، استفاده اعظمی را از قرآن او آدم می برد. سپس عذاب شدید کسانی را ذکر می کند که به آن ایمان نمی آورند. منکرین الله جل جلاله در اینجا زجر و تکلیف و عذابشان را بیان کرده. از جمله آنان یک گروه کفار و منکرین آشکارند، یک گروه کفارند که آشکار منکرند از قرآن، از آیات قرآن، و گروه دیگر منافق می باشند که ذکر هر دو گروه همراه با اشتباهاتشان ذکر شد. در گذشته ذکر کفار هم ذکر شد و ذکر منافقین هم ذکر شد. الله جل جلاله به هر کدامش عذاب تعیین کرد. سپس خطاب به هر سه گروه، یعنی مؤمن، مشرک و منافق است که آنان را به عبادت خدای تعالی فرا می خواند و ضمن ذکر اعجاز قرآن همه را دعوت به ایمان می کند. الله جل جلاله به هر سه گروه خطاب می کند، اگر کفار است، اگر منافقین است، اگر مسلمان است، که به خدا ایمان بیارین و خدا را عبادت کنین. سپس چگونگی آفرینش انسان و حقیقت انسان را بررسی می نماید. الله جل جلاله در مورد قدرت مطلق خدا توضیح می دهد که انسان ها به فکر عبادت و اطاعت خدا باشند، باید همیشه خدا را عبادت کنند و از نافرمانی الله جل جلاله باید خودداری کنند. باز بین دو گروه که کفار علنی و منافق که قبلا شرح آن در آیات گذشته ذکر گردید، مردم دو نوع مردم وجود دارد، دو قسم مردم وجود دارد. اولی گروهی بت پرست و مشرک، فقط از آداب و رسوم آبا و اجداد و خیش و خیشاوندانشان پیروی می کردند. این حالت مشرکین است. مشرکین به الله جل جلاله می گفت شما چرا ایمان نمیارین؟ می گفتن ما به دین آبای خود باقی می مانیم، بت پرستی را پدران ما بت پرست بودن، ما هم ادامه می دهیم. و هیچ گونه شناختی قدیم و جدیدی نداشتند و عموما بی سواد بودند، مانند بیشتر اهالی مکه. اهالی مکه بیشترش بی سواد بودند و بیشترش به دین آبایشان باقی ماندند. در قرآن به آنها امی گفته است، به اهل مکه امی خطاب کرده. امی به معنای نادان، امی به معنای بی سواد، امی به معنای از نعمت سواد بی بهره باقی مانده است، که اهل مکه دارای همین حالت بودن که امی بودن و بی سواد بودن. گروه دومی که به انبیای گذشته ایمان داشتن و مطالب کتب آسمانی آنها را چون تورات و انجیل و زبور می دانستن و افرادی با سواد گفته می شدن، از میان ایشان جمع را که به حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام اعتقاد نداشتند ولی به حضرت موسی علی نبینا علیه السلام ایمان داشتند، یهودی گفته می شود. و برخی دیگری که به حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام ایمان داشتند و موسی علیه السلام را از نظر پیامبری و معصوم نمی دانستند، پس به آنها نصارا گفته می شود. این دو گروه در قرآن کریم بدین جهت اهل کتاب نامیده شده اند که به کتابهای آسمانی تورات و انجیل ایمان دارند. برادران و خواهران گرامی، هر جا که
در قرآن کریم از اهل کتاب نام برده شد، شما بفهمین که منظور قرآن راهروی حضرت عیسی و راهروی حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاه و السلام هستند، در حالی که کافر بودند، یعنی گذشته از قرآن کافر بودند. کسانی که حضرت عیسی را میپذیرفتند حضرت موسی را رد میکردند. بارد کردن حضرت موسی انسان کافر میشود؟ کسانی که حضرت موسی علی نبینا علیه السلام را میپذیرفتند حضرت عیسی علی نبینا را رد میکردند. بارد کردن حضرت عیسی انسان کافر میشود؟ قبل از وجود قرآن اینها کافر بودند. باز روی هم رفته هر دوی این گروه به قرآن کافر شدند. هم یهودی ها به قرآن کافر شدند، هم عیسوی ها به قرآن کافر شدند. جایگاه اصلی این دو گروه که در آنجا به کثرت یافت می شدند مدینه طیبه و اطراف آن بود. در اطراف مدینه طیبه و مدینه منوره هم یهودی زندگی می کرد و هم عیسوی زندگی می کرد. و چون سوره بقره مدنی است، بدین جهت علاوه بر ذکر مشرکین و منافقین و اهل کتاب را به طور خاص نیز مخاطب نموده است. چون سوره بقره در مدینه منوره نازل شده، سوره بقره بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، بنابر این در ارتباط هر سه گروه کفار، منافقین و اهل کتاب صحبت کرده. از آیه 40 و 44 تا آیه 133 جزی الف لام این مردم مورد خطاب قرار گرفتند. همین اهل کتاب مورد خطاب قرار گرفتند به خاطری که ساخته شدن، به خاطری که مانوس ساخته شدنشان ابتدا شرافت خانوادگی آنها و آن اعزازی را که الله جل جلاله در دنیا به آنها داده بود ذکر می کند. سپس نعمت هایی که الله جل جلاله و خداوند یکتا به آنها عطا نموده است، از آنها الله جل جلاله یاد کرد. آنگاه خطا و گمراهی آنها را هم نشان می دهد. الله جل جلاله اول خاندانشان ذکر کرد که شما خاندانی انبیا هستین، بنی اسرائیل هستین. بنی اسرائیل اولاد حضرت یعقوب علی نبینا علیه الصلاه و السلام. بعدا نعمت های خود ذکر کرد که شما باید به این نعمت هایی که ما به شما دادیم باید از ذکر الله باید غافل نباشین، به عهد الله وفا کنین، الله به عهد شما وفا خواهد کرد. حضورتان عرض کردم که الله جل جلاله به اولاد حضرت یعقوب علی نبینا علیه السلام احسان باری کرد. می فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا تا این آیت که قرضا حسنا. الله جل جلاله اونجا گفت که اوفو بعهدکم، شما اوفو بعهدی، شما وفا به عهد من بکنین. اوفی به عهدکم، ما به عهد شما وفا میکنم. او کدام عهد بود که الله جل جلاله از اینها گرفته بود؟ در این آیه مهمترین معاهده ای که ایمان به تمام پیامبران به ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است وجود دارد، که الله می فرماید که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. همچنین در این میثاق نماز و زکات و سایر صدقات هم داخل است که الله جل جلاله از بنی اسرائیل گرفته بود. و خلاصه این که آوردن ایمان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اطاعت کامل از پیامبر گرامی علیه السلام در این آیت ذکر شده بود. بنابر این الله جل جلاله می فرماید که بنی اسرائیل شما به عهد ما وفا کنین. عهد الله کدام بود؟ که پروردگار در عالم ارواح از تمام ما شما عهد گرفته. و در اینجا الله می فرماید که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خدای یکتا عهد و پیمان از بنی اسرائیل گرفته. الله میگه که به عهد ما وفا کنین، اوفی به عهدکم، ما به عهد شما وفا میکنم، ما در حق شما ظلم نمیکنم. وقتی که شما به عهد ما وفا کردین که ایمان آوردین، ما به عهد شما وفا میکنم، در بدل ایمان به شما جنت میدهم، در بدل اجر در بدل اعمال صالح اجر پاداش میدهم، من به این عهد خود وفا میکنم. برادران و خواهران گرامی، این بود برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه های بعدی که باز هم به ادامه همین بحث
بحث خواهیم کرد. شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر